شما همینجا منتظر بمونید. میخوام باش تنها باشم. باش. بابا. جان بابا. یه کادر خوشگل برای من اید خیلی. آخه قربونت برم. وقتی کسی از مدار وجودی خودش خارج بشه دیگه حق نداره خودش باشه. باید یه عمری نقشی رو بازی کنه که این بدترین تاوان برای اونه. درد نقش از اون جای شروع میشه که نفس از مدار اصلی خودش بیرون بیاد و جای قرار بگیره که جای حقیقی اون نیست. وقتی در جای غیر حقیقی قرار گرفت بدون اون که بخواد به ناکجایی میرسه، به جایی که دیگه حتی خودش هم نمیشناسه. اینجوری که ما همه هنر پیشه شدیم و نقشی رو بازی میکنیم که خودمونم ازش بیخبریم. ولی نه، هنر پیشه میدونه داره نقش بازی میکنه. ما عروسک خیمه شب بازی شدیم و خودمونم نمیدونیم. یه وقتایی همه چی هست، همه چی داری، ولی سرتو تکون میدی و میگی مرده شوره این زندگی رو. وای، میتونی ایرادی ازش بگیری؟ همه چی دقیقا همونطوری که دوست داشتی. من سلیقه تو رو قبول دارم. من که از شام امشب هیچی نفهمیدم. گرسنه‌ت نیست؟ فکر نمی کردم این زودی ها تنهاش. چی؟ عجب بارونیه. تو که بارون رو دوست داشتی؟ من عاشق بارونم. پس من چی؟ تو؟ ولی تو قشنگترین بارونی هستی که خدا بهم داده. بارونا همشون هم قشنگ و تمیز نیستن. خیلی هاشون همه جا رو کثیف میکنن. خیلی هاشون هم چشای آدم ها دروغ نمیگن. من خوبی رو تو چشای تو میبینم. سیب میخوری؟ سلام. به به، داماد فراری. بابا زنگ گرفتی شوهر که نکردی؟ کجایی تو؟ این دخترم و شما از صد تا شوهرم بدتره. اگه بس نگفتم. صندلی چه خالیه؟ منشی چی شد؟ یه چند نفری اومدن واسه استخدام این فرم پر کردن. گذاشتم رو میزت. یه نگاهی بهشون بنداز. هر کدوم که خواستی بگو میدم بچه‌ها زنگ بزنم بیاد. اینکه من واسه همین استخدام منشی اومده. از بهنه کردمش برسن. بفرستش رو. چشم. بفرمایید داخل خانم. سلام. سلام. بفرمایید بشین. فرم پر کردید؟ نه. سابقه کاری چطور؟ داریم؟ نمیدونستم واسه منشی شدنم سابقه کاری نیازه. باز میخوام خانم مهندس یه فرم استخدامی لطف کنین. تشکر. تبریک میگم. شایدم تازگی ها ازدواج کردی. ممنون. از کیشن؟ خب اینجا همه از شما حرف میزنن. خیلی دوست داشتم ببینم اتون. چرا؟ خب خواستم ببینم چه شکلی هستی.
خب لطف کنید مشخصاتون رو بنویسید. حالا نمیشه همینجوری بگم؟ متوجه نمیشم. این روال قانونیشه. قانون واسه زیر پا گذاشتنه، نه اجرا. قانون واسه راحت زندگی کردنه، بی مشکل زندگی. زندگی نباید خیلی جدی گرفت. چون هیچ کس ازش زنده بیرون نرفت. حس میکنم شما رو سه استخدامی نیومدید. درست حد زدید. پس لطفاً کارتون رو بگید میشید. کاری ندارم. یعنی چجوری بگم؟ من آدم تنهاییم. از بیکاری اومدم اینجا. اینجا رو با سینما اشتباه گرفتی خب. من هیچ وقت سینما نمیرم. از اینکه یه عالمه آدم یه جا جمع میشن واسه تماشای یه فیلم چندشم میشه. پس پیشنهاد میکنم به یه روانپزشک مراجعه کنی. شما بیشتر از هر چیزی به یه روانپزشک. من هیچ وقت حاضر نیستم برم زیر دست دکتری که حاضر شده منو واسه درمونش بپذیره. ببینید خانم محترم، من کلی کار دارم. فکر نمیکنم بتونم براتون کاری انجام بدم. ممنون میشم. منو استخدام نمی‌کنی؟ تمایل داشتیم فرم جلوتونه پر کنیم بررسی می‌کنیم. نه. از این کاغذ بازی اداری حالم به هم می‌خوره. این آدرس و شماره تماسمه. داشته باشین. شاید خواستین استخدام می‌کنیم. شما بیمارید خانم. من منشی بیمار نمی‌خوام. از دیدنتون خیلی خوشحال شدم آقای مهندس. خدا فرست روانی. زندگی نباید خیلی جدی گرفت. چون هیچ کس ازش زنده نیرون نرفت. چون هیچ کس ازش زنده نیرون نرفت. چون هیچ کس ازش زنده نیرون نرفت. الو رویا، الو، حالم بد کی میشه؟ چقدر عوض شدی؟ چقدر قشنگ شدی؟ سلام. کجایید شما؟ ناهید ناهید کجا داری میری؟ از این ور رفت. بله خدا از کدوم ور رفت؟ ناهید آقا ایسان کجا؟ ناهید در رو وا کن. ناهید در رو وا کن. ناهید ناهید
نگاه کنم برای کن کنار از دوباره اینجا بوداره نهایی جواب بده نهایی جواب بده به همون این مادر به این دروغ میگفت چرا اینجور با من حرف میزنی؟ مگه گفتم دیگه باش کاری ندارم دیگه نمیبینم معلوم میشه چی تو دسته بازش کن نهایی نهایی دستتو واکن نهایی واکن چطورش نیست دروغ نگو باش کن دستتو دروغ نمیگم احسان به مرگت این چی ندارم نهایی خدا کنه راست گفته باشی چون دیگه خسته شدم نهایی به خدا از دروغ خسته شدم باز کن دستتو دستتو باز کن باز کن احسان قلعت کرده نه اونی که غلط کرده منم اونی که اون بیرون مثل سگ کار میکنه تا تو راحت باشی منم اونی که زن و بچهش ولش کردن رفتن منم نه تو همیشه با خودم میگفتم احسان اگه همه از زندگیت رفتن بیرون به درک به جهنم تونستی خواهرتو پاره تنتو به زندگی برگردونی نمیذاری خودشو نابود کنه نمیذاری زجر بکشه داری جبران میکنی نبودنه میخوام یه بار دیگه بهت قول بدم یه بار دیگه قول یادم بیاراده بشه دردم میخوره اگه به اراده است که خودم کردم اگه به خواستنه که خودم خواستم پس چرا نمیشه بی عرضه‌ای نیستم احسان به خدا میخوام بذارمش کنم نمیخوام بیشتر از این عذابت بدم یه فرصت بده قول میدم قسم میخورم تا اون کثافت تو زندگیت نمیتونی چی از جونت میخواد چرا برای جنس میاره چرا دست از سر در نمیداره قول میدم دیگه خونه راش ندم قول میدم نمیذارم اینم بسه پدرش از دستم در بره پیداش میکنم میکشمش من میکشمش تو هیچ کجاست با شقایق بیرونم اول خواستم خودم ببینمت اینو توحید برات خریده بذار بازش کنم چقدر بهت میاد کی آزاد شدی دیروز صبح من از کاری که کردم پشیمون نیستم آرش برات وکیل گرفت آره خیلی بهش زحمت دادم همه چیو بهش گفتی مگه نه الو سلام شما دیوونه محتاج به روان پزشک پس چرا به من زنگ زدی؟ من که روان پزشک نیستم نمیدونم چرا بهت زنگ زدم شاید چون دلم میخواست با یکی خدافزی کنم جایی تشریف میبری؟ دیار باقی به سلامتی؟ کلی قرص جلومه میخوام همهشو یه جا بخورم واسه خودکشی راههای بهتری هم هست اینجوری فقط مسموم میشی جدا خودکشی با گاز چطوره؟ اونم پیشنهاد نمیکنم اینجوری شیر گاز باز میمونه ممکنه واسه همسایا بد بشه پس فقط میمونه رک زدم خیلی وقت دوست دارم ولی تا حالا جرأتشو نداشتم ولی حالا پیدا کردم لابد بعد از دیدن من امیدوار بودم با دیدن تصمیمم عوض شه ولی نشد آدرس خونه را که داری لطفا یه نیم ساعت دیگه خبر بده بیان جسدم از تو خونه ببرم بازم ببخش که مزاحمت شدم خب مگه کسی رو ندارم مجبور شدم بهت زنگ بزنم
الو الو دیوونه. خانوم خانوم کسی اینجا نیست؟ سر خودت آوردی؟ چی کار کردی با خودت؟ آرش، کمکم کن آرش. الو، اورژانس؟ ببخشید. سلام مهندس. تو واقعا روانی هستی؟ پس قبول کن بهت احتیاج دارم. نه تو به یه روان پزشک احتیاج داری، نه من. میخوای تنها هم بذاری؟ بشین، کاری ندارم. خوشحالی که منو کشوندی اینجا، نه؟ خب خواستم ببینم نگرانم میشی یا نه. کش شدی نمیخوای اسممو بدونی؟ اسم من ناهید. ممنون که نگرانم شدی. میدونی تا حالا وجود من واسه هیچ کس مهم نبوده، ولی تو. نمیخوای جواب بدی؟ سلام عزیزم. چرا یه خورده جلسم دور کشی؟ الان میام. کجا؟ و تازه جلسات شروع شده. سلام عزیزم. آرش کجایی؟ الو؟ الو آرش. الو بردی شرکتی؟ این وقت شب شرکت میخوام چیکار کنم؟ آرش شرکته؟ نه میگه دوتر از همه رفت. چیزی شده؟ نه. زنت بود مگه نه؟ نگرانت شده بود؟ چی میخوای؟ مشکلت چیه؟ میگم دستباختم خیلی خوب نیست، ولی یه مسئله چینی میگه هر چیزی به یه باید امتحان کردنش میاد. یه مسئله فارسی هم میگه هر کی دستباخت زنشو میخوره دیگه جا واسه چیز دیگه نداره. بهت نمیخوره اینقدر سنتی فکر کنی. چایی که میخوری؟ چیه؟ نگفتی چای میخوری؟ تلفن نمیخوای جواب بدی؟ الو سلام.
خوبم ممنون. آره تنها. یخچال آره یخچال پره. باشه چشم. کجایی مهندس فراری؟ چرا تشریف آوردید؟ من دارم میرم سر ساختمون. نقشه های مولایی امضا. این چیه؟ خودت چی فکر میکنی؟ تقدیم به آرش عزیزم. دیشب رویا بهم زنگ زد. کجا بودی اون وقت شب؟ آرش تو زنگ گرفتی، خجالت بکش. الو سلام. بازم تو؟ مجبور شدم برم، کار داشتم. من کار دارم باید برم. سلام. شما اینجا چیکار میکنی؟ نمیدونم. از ماشین من پیاده شم. به این سختی سوار شدم حالا پیاده شم. ببین من نمیخوام کسی من و شما رو با هم ببینه. خیلی خوب. بیا خوب شد. برو بیرون. تو رو خدا برو بیرون. مگه نگفتی نمیخوای کسی من و تو رو با هم ببینه؟ پس برو دیگه. ببین خانم نایی من یه عالمه کار دارم. تا الانشم کلی دیر کردم. لطف کن از ماشین من پیاده شو. اون گوشی هم که آوردی دست منشی تو شرکت. منشی استخدام کردی؟ ای بی معرفت. من کار دارم. لطف کنیم مسیرتون رو بگیم. کار همیشه هست مهندس. یه ساعت وقتتون رو بدین به من، بعدش دیگه قول میدم مزاحمتون نشم. اصلا نه خونه من نه شرکت شما. یه جای دنج و خلوت. اینجا هم دنج هم خلوت. یه جای دنج و خلوت با یه فنجون قهوه یه داغ. ممنون. خب کاش بچه بودی، همون بچه که دل درداشت و همه از رو نگاش میفهمیدن. اما الان اگه فریادم بزنیم کسی نمیفهم. زنا خیلی زود پیر میشن. میدونی چرا؟ چون عروسک بازیشون هم جدیه. رو عمرشون حساب میشه. این همون چیزایی بود که میخواستی به من بگی؟ من خیلی وقت ندارم. برو سر از من هیچ وقت واسه خودم وقت نداشتم. همیشه حسرت همه چی خوردم. تو رفاه و بی‌نیازی بزرگ شدی. درد خیلی چیزها رو نمیفهم. مثلا چی؟ نمیدونی وقتی یه دختر 19 ساله خرج بدهی باباش بشه، با یکی مثل باباش هم خونه بشه چه دردی داره؟ منظور ازدواج؟ تو نوجوانی زن یکی از دوستای بابام شدم بابت بدهی. مرد زن مرده که یه پسر داشت، یه پسر همسن و سال من. بابام راضی نمیشد.
ولی من چرا؟ برادرزاده پیرمرد هر روز میومد سراغم و کلی از عموشدلم تعریف میکرد. راست راستی فکر میکردم تحفه‌ایه. قبول کردم زنش. چون دیگه طاقت عذاب کشیدن خونه آدم رو نداشتم. هر وقت پسرش میومد و میرفت یقه منو میچسبید که اون به خاطر تو میاد و میره. هر روزش قد هزار روز گذشت بزن. برام یک کابوس بود. کابوس. به جایی رسید که فقط منتظر مرگش بودم. خب اون روز رسید؟ یه سالی میشه. از تزریق بیش از حد مواد. بعدش چیزی نداشت که مال من بشه. همه چی قبلش دود کرده. چرا بعدش ازدواج نکردی؟ تو جوونی، زیبایی. دیگه به همه چی بدبین شده بودم. هر کی بهم نزدیک میشد می‌خواستم چشاشو در بیارم. چرا؟ چون میدونستم ازدواج بهونه‌شه. چون کله مریضش یه چیز دیگه است. میبینی؟ زندگی من همیشه با حسرت گذشت. زندگی من همیشه با حسرت گذشت. زندگی من همیشه با حسرت گذشت. آقا آرش. سلام. سلام. سلام عمو جان. خوبی؟ خدا ازتون راضی باشه. نمیدونم اگه شما نبودید چی به سرمون میومد. خواهش میکنم. خواهش میکنم. احسان پیش ناهیده؟ بله. عمو یه کادر خوشگل برای عمه ناهید خریدم. آفرین عمو جان، باریکلا. باجی. آقا آرش، بهتون تسلیت میگم. غم آخرتون باشه. متشکرم. چند وقت تو فکری؟ چیزی شده؟ چقدر از اینجا شهر قشنگه؟ همه چیز از دور قشنگه. حتی آدم ها. این روزا نمیشه به کسی نزدیک شد. آدم ها از دور دوست داشتنی ترن. آرش چی شده؟ هیچی. نگو هیچی. من تو رو بهتر از خودت میشناسم. تو یه چیزی هست. بعدیا چند بار بهت زنگ زد. میگفت برات پیغام گذاشته. الان چک تو نوجوانی زن یکی از دوستای بابام شدم بابت بده. چیزی از زندگیم نمیفهمیدم. فهمیدم پیرمرد معتاد. نمیدونی وقتی یه دختر 19 ساله خرج بدهی باباش بشه. با یکی مثل باباش هم خونه بشه چه دردی داره. فهمیدم پیرمرد معتاد. همش اذیتم کرد. فقط یه نفر دیدم که مثل بقیه هست. که متاسفانه عاشق شد. الو. سلام، شبتون بخیر. صاحب این خط توی بیمارستان بستری شده. شماره شما توی گوشش. علی؟ Thank you.
ببخشی ساعت نزدیک 11 است. من باید برم خونه. ببخشید اصلا حواسم نبود. چقدر شد؟ 3 تومن. ناهید دیگه منو نمیبینی، خیالت راحت، برو به زندگیت برس. شما باید رویا خانم باشید، درسته؟ شما؟ من احسانم، برادر ناهید. آقا احسان، چقدر عوض شدید؟ روزگاره دیگه، نزنی میزنتت. شده حکایت ما، کاریشم نمیشه کرد. ببخشید، اتفاقی افتاده؟ نه، یعنی چجوری بگم؟ یه سالی میشه ندیدم اتون، درست بعد مرگ عموتون. درسته. خوب شد که مرد، اگر نه خودم میکشتمش. دیگه طاقت عشقای ناهید رو نداشتم. اگه اون موقع خودم سهروازی نرفته بودم، هیچ وقت نمیذاشتم ناهیدم چین کاری کنه. وقتی هم که برگشتم دیگه خیلی دیر شده بود. اون کثافت خیلی راحت مرد. باید زجرکش میشد. میخواستم تمام زجرهایی که نایی 4 سال تموم تحمل کرد و یه شبه نثارش کنه. ببخشید، نمیدونم چرا این حرفا رو دارم به شما میگم. میدونم بالاخره اون عموتون بود. نه، منم هیچ وقت از عمو خانوادش خوشم نمیومد. اون زندگی منم تباه کرد. ناهیدو ببینید دیگه نمیشناسیدش. افتار اون پسره است. هنوز دست از سر ناهید بر نداشته. پسره؟ چی براش جنس میبره و چی از جونش میخواد نمیدونم. هر دفعه ناهید خواستیم کثافت رو بذاره کنار، سر و کلش پیدا شد. یه بار همسایه دیوار به دیوار ناهید به هم زنگ زد، گفت وقتی من نیستم یکی براش جنس میبره. واسه چی چرا نمیدونم. خدا کنه نبینمش. به خدا اگه ببینمش زندش نمیذارم، میکشمش. به جون بچم زندش نمیذارم. چرا به ذهن خودم نرسیده؟ چیزی گفتی؟ نه، همه سرم نامرده. من فکر میکردم ناهید داره. ناهید باز چی دستم شده؟ بله، تو کجایی؟ همونجا وایسا، منم با طرف دارم. برم توحیدو بیارم. خیلی دلتنگه. چرا؟
سلام. آرش چه شال خوشگلی، چقدر بهت میاد. فکر کردم دیگه نمیبینم تو این چند هفته ای که گذشت. وقتی دیدم ازت خبری نشد با خودم گفتم ناهید، دنیا دیگه جوابت کرد. حالا تو میفهمم، منم یه همچین حالی دارم. دلت هوای بارون کرده ولی از بارون خبری نیست. یه عالمه قصه دارم که تو خاک سینم زندونیه. کاش بارون بیاد با هم بریم زیر بارون، شاید قصه هم سبز شد. همیشه تو زندگیم نگرانیم نه از اومدن بارونه، بیشتر از اومدن سیل میترسم. بارون به وقتش میاد و سیل بی وقتش. آرش سیل اومد و همه چیو با خودش برد. منم با خودش میبار رویا خانم. مراقب خودتون باشید. نگران نباشین، اون هیچ آسیبی به من نمیرسونه. فکر نمی کردم تا این بالا بیای. می دونم که از بلندی می ترسی. نه اتفاقا من چرا؟ بلندی آدمو برملا می کنه. هر چی میری بالاتر دنیا از چشم تو بزرگتر می شه و تو از چشم دنیا کوچیک. پس تو چرا اینجایی؟ دیگه نمی شناسمت، دیگه خودت نیستی. تو کی بودی رویا؟ تو کی بودی؟ واسه چی داری زندگی ما به هم میزنی؟ انتقام چی رو داری از من میگیری؟ مگه من با تو چی کار؟ انتقام عشقام، انتقام تمومه بیخوابیام، انتقام اون وقتایی که دلم میخواست با یه نفر دو کلمه حرف حساب بزنم ولی نبود. میفهمی چی میگم اگه نه؟ تو مواد مصرف کردی بردی، حالت خوش نیست. میترسی؟ منو نخندون. تو همیشه سعی میکنی چیزی باشی که نیستی. تو چی؟ تو سعیم نمی کنی واسه بد بودن؟ واسه لجن بودن؟ ترسیدی؟ آره از چشمات معلومه ترسیدی مثل سگ. تو خود لجنی. کمپ در ناید عذاب داد؟ بس نبود؟ حالا نوبت تو شده؟ واسه چی ناید رو معتادش کردی؟ من ناید رو معتاد آرش کمپ لطف کرد؟ چرا ازش سوء استفاده می کنی؟ من نه از چرا آرش... داری مثل پدرت میشی؟ تو که از اون... من مثل اون نیستم. نمیشم. یا تو خودت میدونی من چقدر باور نمی کنم. تو هیچ وقت دوستم نداشتی. داشتم، دارم. رای من به خاطر تو آدم کشتم. تو هیچ وقت پدر تو دوست نداشتی، چون هیچ وقت حس نکردی سایه پدر بالای سرته. پدری که از صبح تا شب یه چیز تو فکرش بگذره به درد همون قبرستون میخوره. میگفتی میکشیش،
میگفتی یه شبه همه رو از شرش خلاص میکنی. این حرفا برات آشناست مگه نه؟ حرفای خودته. هر وقت ازش کتک میخوردم میمدی پیشم، میگفتی میکشمش رویا، نجاتت میدم رویا، خلاصت میکنم رویا. کی باورش میشه یه معتاد 70 سال این کاره؟ مثل یه آماتور تزریق بیش از حد مواد به خودش بمیره. من تو رو خلاصت کردم. نه، خودم رو خلاص کردم. نکنه راست راستی فکر کردی پدرت عاشق نایت شدره؟ نه، این من بودم که فکر نایت انداختم تو سرش. میدونی چرا؟ چون دیگه چیزی ازم نمونده بود، تمام تنم کبود بود. هر شب کابوس مرگم و زیر دست و پای پدرت میدیدم. فکرشم نمی کردم پدر نایت با این ازدواج موافقت کنه، ولی تیری تو تاریکی انداختم. اونقدر جلوی عمو از نایت گفتم و جلوی نایت از پدرت که پدرت لحظه شماری می کرد این ازدواج سر بگیره. هر کاری که تونست کرد تا جایی که پدر نایدو به کشتن داد، ولی بالاخره ناید زنش شد. میدونی قشنگ این دنیا به چیه؟ به اینکه وقتی یکی دیگر رو بدبخت میکنی، بدبختی های خودت یادت میره. من از خونتون فرار کردم، فرار بدون تو. از خودم رو نجات دادم، نه تو. ولی من به خاطر تو پدرم حرف نزن. چرا به خاطر من؟ مگه من گفتم بکشش؟ تو نگفتی؟ به من نیا کن. گفتم، آره گفتم. هر کس دیگه هم جای من بود همینو میگفت. کم عذابم میداد، کم، ولی نگفتم اگه بکشش زنت میشم. گفتم از من سوء استفاده کردی، از عشقم. من رو به چی فروختی؟ 1,000,000، 2,000,000، 20,000,000، به چی منو فروختی رویا؟ به چی؟ به آرامش، به راحت زندگی کردن، به خانوم بودن، به یک شب بی دغدغه سر روی بالش گذاشتن. آره، شاید عشق تو واسه من کافی بود، هیچی بهت نه، خالی بود، اصلا نمیتونستی خوشبختم کنی. تو هم عاشق آرش نشدی، عاشق پولش شدی. من فقط نمیخواستم باقی عمرم مثل یه بدبخت بگذرونم. به اندازه 70 سال تو خونه پدرت بدبختی کشیدم، دیگه بستمه. اصلا چرا آمدی دنبالم؟ من از تو فرار کردم بابا، نمیخوامت، برو. به خاطر تو صبر کن، صبر کن، هنوز حرفام تموم نشده. وقتی دیدم تو شرکت آرش استخدام شدی خیلی ترسیدم. میدونستم چشم ازدواج من اونو نداری، واسه همینم خودم بهش پیشنهاد ازدواج دادم. اونقدر بهش محبت کردم که مهرم تو دلش نشست. ببین زندگیم رنگ شادی گرفته، هم دوستم داره، هم جیبش پره. نمیذارم به همین راحتی بذاریم کنار. فکرشم نمی کردم یه روزی تو با ناهید. بیچاره ناهید اون وقتی از خوبیای پدرم جلوش میگفتی بیچاره نبود، حالا شده بیچاره؟ هیچ وقت دوستت نداشتم. میتونی چرا؟ چون بیش از حد احمقی، احمق. وایسا، نمیذارم به همین راحتی عشقم و زیر باد بذاری. بعد این روزگار به اینه که هر کسی میتونه ادعای عاشق بودن داشته باشه. یه نگاه به دور و برت بنداز ببین چه خبره بردیا. من زن آرش شدم، زنشم. پدرت مرده، تو کشتیش، دیگه هیچی نداری، از
اولش هم هیچی نداشتی. تو فقط یه آدم بی عرضه‌ای که بلد را به رو حرفای گنده گنده بزنه. رویا با فوتالم خیال فکر کنه خدا اون آفریده واسه زندگی کردن با من. بس دیگه، تا کی میخوای خیال بافی کنی؟ زندت نمیذارم. بهتره که خودتو گم و گور کنی، چون اگه آرش بفهمه اینا همش یه بازی بوده از طرف تو، زندت نمیذاره. آه تازه، اگه شانس بیاری خودم زودتر نرم پیش پلیس بگم که تو قاتل پدرت بودی. خداحافظ. آقا آرش سلام. سلام. سلام امو جان، خوبی؟ خدا ازتون راضی باشه. نمیدونم اگه شما نبودید چی به سرمون میومد. خواهش میکنم. احسان پیش ناهیده؟ بله. امو یه کادر خوشگل برای امه ناهید خریدم. آفرین امو جان، باریکلا. آقا آرش بهتون تسلیت میگم، غم آخرتون باشه. متشکرم. احسان چه پسر قشنگی داره، توحیدو میگم. آرش نه چیزی نگو. چرا گریه؟ تو باید بخندی دیگه. نگران نباش، همه چی تموم شده، حتی کابوست هم تموم شد. حالا دیگه باید بیدار شی و بری دنبال زندگیت. ساده، آروم، قشنگ. تو هنوز جوونی، هنوز اول راهی. قصه تو باید پایان قشنگی داشته باشه. بچه ها دارم میان، تنها تو میذارم. آرش